هرگز با نده. گول حرفای قشنگشم نخور. اگه قلبت نرم شد دروغاشو یادت بیار. اینکه چطور گولت زد. حالا دیگه یه زندگی جدید داری. کوچه های جدید، آدم های جدید، حتی شاید یه... داری کیو گول میزنی؟ آیشه گل، تو داری خودتو گول میزنی. تو اسم پایراز میاد دست و پات میلرزه، خودتو گم میکنی. فقط یه دقیقه، برای یه دقیقه که شده عقلتو بذار کنار، از دلت بپرس. سوال اینه، تو دلت واسه من تنگ نشده؟ خیلی تو بحر سوال نرو، یکم فکر کن و جواب بده. نمیتونم فراموشش کنم. کی نفرینم کرده؟ اوف. من یه چی کارت کردم که اینقدر ازم متنفری ها؟ بهت زنگ نزدم، سراغتو نگرفتم، چند بار اومدم دنبالتو التماست کردم، ولی تو هر دفعه بلا استثنا به این فوش داری و گفتی نمیخوای منو ببینی. من با تو هیچ حرفی ندارم. آدمی هم نیستم که احساساتی شما از این کارا بلد نیستم. ببین مالتا، اگه برین تو دیگه آخر راه. اگه چیزی برای گفتن داری بهم بگو، بگو تا منم بتونم کمکت کنم ملتم. اگه لازم باشه قایمت میکنم، نمیذارم بری زندان. حرف بزن ملتم. دیر یه ست پیدا میکنن. آخه کی پیدات میکنه؟ اصلا دنبال چی هم؟ دلم نمیخواد کمکم کنی. اوکی باشه، اگه میخوای دستگیرم بکنی بکن، من حرفی ندارم. رئیس کجاست؟ تو اتاق جلسه. این کیه؟ همون دختره که دنبالش بودیم. سوء قصد کننده به جون نخست وزیر و بعدش هم سیمان. چی داره میگی؟ ایشون خواهرم قربان. مالتام کارایل. آخه یعنی چی؟ یعنی گروهک و این میچرخونه؟ متاسفانه بله، اون پسر زالارم اونم ایشون پرت کرد پایین. ساله ببرینش اتاق بازجویی، منم میام. روش دست بلند نکنینا. کار من نبود. جدا؟ اینا بگیر، یادگاری نگرش دار.
پایراس، خواهرتو بسپر به من، نگرانش نباش. ممنون قربان. اینو ببین، اون وکیل مت ایمیل زده. بفرمایی. آقا بعدش رفتیم همونجا که دختره رو پیاده کرده بودم. دختره خواهر پویراز از آب در اومد پسر. یعنی آبجی پویراز تروریسته؟ خب تروریست که نه، ولی همش یه خط در میون رد میده، میفهمی؟ یه جورایی آنارشیسته، ولی هر روز رنگ عوض میکنه، یعنی یه چیزی تو همین مایاست دیگه. منه؟ مثلا امروز تو مایه های قهوه‌ای روشنه؟ آره داداش. فرداشم یه رنگی بین آبی آسمونی و سبز چمنی. آره تقریبا میشه گفت خودشه. خدا شفاتون بده. سلام عایشه گل، شرمنده دیشب دیر وقت مزاحمت شدم. نه بابا مهم نیست، این چه حرفیه. مته اومدم به خاطر کمک به پویراز ازت تشکر کنم. خواهش میکنم بیا توی قهوه بخوریم. باشه بفرمایید. پس من کی میرم مدرسه بابا؟ صبح بخیر. دیشب دیر وقت اومدی، نزدیکای صبح بود. یه لحظه بیا. چیزی شده؟ کار خواهرم ملتم بود. چیو میگی؟ چی؟ حتما شوخی میکنی. نمیفهمم آخه چطور ممکنه پایی شده دیگه باره شده. حالش خوب نیست در این حد که حتی خودشم نمیدونه چیکار کرده. اون زودتر از من دیوونه شده، بهش حسودیم شد. بازم با دسپینا خانم حرف زدی؟ آره، ولی یه چیز عجیب غریب ازم خواست. مگه چی گفت؟ ازم خواست به پدرم معرفیش کنه. جدی میگی؟ لااقل خواهرتو پیدا کردی دیگه، جا و مکانشو میدونی. آره خب راست میگی، پیداش کردم، ولی به جرم ترور محاکمه میشه و کل عمرشو تو زندان میپوسه. آخه چه فایده ای داره بانو؟ چطور میتونه اینقدر ازت متنفر باشه که بخواد پسرتو بکشه؟ متنفر دیگه، لابد برای خودش دلیل داره. مریضی چیزی داره؟ انگاری. Thank you.
دختر جون حرف بزن، دلم نمیخواد بلای سرت بیاد، با زبون خوش دارم میگم. دختر جون حرف بزن، سکوت کافیه. حالا روز این طفلک رو ببین، آخه کی تو رو به این روز انداخته؟ بگو بریم پیداش کنیم. چند نفرین؟ کجا جمع میشین؟ نقشه بعدیتون چیه؟ قربان میگم ببریمش واسه معاینه پزشکی؟ نه شما کاری نکنین، بگین خلیل بیاد ببرتش. خلیل اول ببرینش معاینه، بعد ازش اعتراف کتبی بگیرین. خب چشم قربان. باید ببینم تو ایشه کن، یه چیزایی هست که باید بهت بگم. برای چی؟ تیر خوردن سینان کار خواهرم مرتان بود. چیزی شده آیشه گل؟ معذرت میخوام میته، این خیلی مهمه. باشه کجا بیام؟ بیا سوهیل. من میرم اداره. مته برم که ناراحت نمیشی؟ نه برو. دروغ نگو، داری میری پیش آیشه گل، دیدم داری بهش پیام میدی. اگه میخوای من میرسونمت. نه ماشینو بردم، خیلی ممنون. خب آیشه گل یه اداره زده، میرم اونجا. هیچم خنده دار نیست. ممنون. خواهش میکنم. نمیشه نری؟ بمون دیگه، نمیشه. میبینی که نمیشه. باشه برو، من که برات مهم نیستم، لااقل به فکر سینان باش. پای سینان رو وسط نکش برو، خواهشن. چی شده؟ بابات رفت پیش خاله آیشه گل پسرم، همون خاله آیشه گلی که خیلی دوستش داری، رفت پیش اون. خب حالا چرا از دست من عصبانی؟ چون یه بارم اونقدی که هوای خالتو داشتی به من کمک نکردی. خب مامان تو بگو چی کار کنم آخه؟ دیروز بهت خوش نگذشت؟ چرا، خیلی هم خوب بود. خب پس چرا به بابات نمیگی نره پیش خاله آیشه گل؟ آخه چه جوری بگم، از دستم عصبانی میشه. خب به خاله آیشه گل بگو. یعنی چی؟ مطمئنی؟ بگو ببینم، میخوای ستایمون با هم زندگی کنیم یا نه پسرم؟ سلام، خوش اومدین. خیلی ممنون. با آقای بهریامان کار دارم، فکر کنم خودشون در جریان هستن. یکم پیش تو حیات بودن. شما راهو نشون بدین، خودم میرم. پس بفرمایین این طرف. خیلی ممنون. زن داداش سما رو ندیدی؟ نه والا ندیدم. میخواستم یه کاری بکنم. روشوی کجاست؟ سما. روشوی، دارم شوخی میکنم بابا. داری چیکار میکنی؟ میخواستم یه کاری بکنم.
چه کاری؟ دارم دنبال روشویی میگردم. روشویی هم اینجاست دیگه. راست میگی، اینجاست. ببینم تو داری سر به سرم میذاری؟ منو نترسون تو رو خدا. دارم شوخی میکنم بابا. جون من با من این شوخی رو نکن. خدای من چم شده. سما، چند دقیقه پیش یه خانومه اومد سراغ بابا بحری رو گرفت. یعنی کیه؟ چه میدونم. دستشوی اونجاست. خسته نباشین. بفرمایی. شما میدونین آقای بهریامون کجان؟ منم سال هاست که دنبالشم. ببخشید، شما باش چی کار دارین؟ میخواستم بابت یه کاری مزاحمشون بشم. چه گلای قشنگی. حتما شما بهشون میرسین. بله. باغبون اینجا این درسته؟ هر از گاهی یه دستی به باغچه میکشم. خیلی ممنون. میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. بفرمایین. این بهریامان چه جور آدمیه؟ یه آدم معمولیه دیگه. آخه اونطور که شنیدم خیلی باید آدم عصبی و بیرحم و خشنی باشه. بهریامان خودمونو میگین؟ بستگی به شرایط داره. قدیما یه آدم دیگه بود، اما الان که نوش به دنیا آمده همه چی رو گذاشته کنار. اگه الان ببینینه شبیه بابا نوئل شده بنده خدا. فهمیدم. آخه من از این کارا خیلی سردر نمیارم. کدوم کارا؟ چیزه، چطور بگم، کارای خلاف. مثل کارای مافیا؟ بله. بهری خان از لفظ مافیا خیلی خوشش نمیاد. واقعا؟ بله. خوب شد که گفتین، خیلی ممنونم. کجا داری میری؟ میریم مرکز معاینه. کجاست این مرکز؟ بالای کوه؟ وقتی رسیدیم میفهمین. میونتون با گل و گیاه چطوره؟ خیلی دوست دارم. تو منزل منم خیلی گل هست. علت این که دوستشون دارم اینه که اونا مثل ما آدم و احساس دارن. ولی باید مواظب باشین چون خارم دارن. ولی خوب خوشبو هم هستن. خوب باید باشون سر کله بزنیم. گفتم که درست مثل آدم ها میمونن. بابا الان از آگاهی زنگ زدن پویراز تبرئه شده. خدا رو شکر. امری داری؟ نه. یک طلبتون، بهریامان شمایی. من که نگفتم نیستم خانم محترم. وقتی 20 سالش بود یه دوست به سر داشت. طرف اسلحه داشت و تو خط کارای خلاف بود. آدم ناجوری بود. خلاصه من اونو دستگیرش کردم. بعدش هم تو زندان به قتل رسید. منو مقصر میدونست. چند بار خواستم بهش توضیح بدم ولی گوش نداد. از اون روز به بعد یه کلمه با هم حرف نزد. لابد به محض اینکه فرصت گیرش اومده خواسته اینطوری. داری جدی میگی؟
حالم خیلی بده شگل. اصلا نمیدونم الان چه حسی دارم. چطور تونسته همچین کاری کنی؟ تونسته دیگه، عقلشو از دست داده، دیوونه است. اینجوری نگو. از رو عصبانیت که نمیگم بابا، دلم براش میسوزه. تازه دیوونه میخواست به منم شلیک کنه. چی؟ تفلک مریضه دیگه، حالش خیلی بده، مریضیش خیلی پیشرفت کرده، وضعش خیلی خرابه. چیزه، چرا تنهاش گذاشتی؟ چون خواهرمه نمیتونم تو بازجوییش باشم. نمیدونستم چی کار کنم، بهت زنگ زدم. عصبانی که نشدی؟ نه بابا، چرا عصبانی شم؟ زنگ نمیزدی عصبانی میشده. شما اسمتون چی بود؟ دسپینا. دسپینا، ها، اسم قشنگیه. لطفاً بگین چه کمکی ازم برمیاد؟ بهری خان، من تنها زندگی میکنم. یه خواهرزاده دارم که بعضی اوقات به هم سر میزنه. چند نفر مزاحمم شدن. حقیقتش گفتم شاید شما بشناسینشون، برای همین اومدم. در اصل با دخترتون آشنا شدم، اون شما رو به هم پیشنهاد کرد. دخترم؟ عایشه گل منو پیشنهاد کرد؟ نه خب اونجوری هم که نه، بهتره بگم من سوال کردم، اونم گفت ایراد نداره. خب اینایی که میگین کیان، ازتون چی میخوان؟ یه ارثی به هم رسیده، میخوان ازم بگیرنش. فهمیدم. حالا که به واسطه یه دخترم اومدین، باشه، ایرادی نداره، حلش میکنیم، خودتونو ناراحت نکنیم. خوبه. فقط پای اسلحه و این چیزا که نمیاد وسط. والا ما معمولا خواهش میکنیم، اونام قبول میکنن. عالیه. امیدوارم این فعلا کافی باشه، بعدن هر چقدر که بخواین میدم خدمتتون. شما حالا نگی مافیا، بار اولتونه که پیش یکی مثل من میای؟ بله. این خیلی کمه؟ نه، مسئله ای نیست، اگه بازم خواستیم بهتون میگیم. بسیار خوب، پس من دیگه با اجازتون برم. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. به همچنین. خدا نگهدار. خیلی ممنون. پایراز، من دیشب تا صبح راجع به حرفایی که زدی فکر کردم. عایشه گل، معذرت میخوام، باید جواب بدم. ببخشید. بگو. کمیسر، خواهرتون رو بردن معاینه پزشکی، ولی هنوز برنگشتن. یعنی چی؟ برای چی؟ تو با رئیس حرف نزدی؟ نه، حرف نزدم. چند دقیقه گوشی رو نگه دار، من برم ازش بپرسم. باشه، بودو بپرس. بله سینان جون. سلام خاله عایشه گل، چطوری؟
خوبم عزیزم، تو چطوری؟ من خیلی ناراحتم. بابام پیش توه؟ آره. نمیخوام بدونه که من زنگ زدم. خوب؟ باشه عزیزم، بهش نمیگم چی شده. بابام دیشب اینجا مون، خیلی بهمون خوش گذشت، ولی هر وقت بابام میاد پیش تو مامانم عصبانی میشه، بعدشم با من بدرفتاری میکنه. خلاشه گل، من تو رو خیلی دوست دارم، ولی مامانم هم دوست دارم. ما دیشب ستایی با هم خوابیدیم، میخوام همیشه اینجوری بخوابیم. از دستم عصبانی نشو، راستش مامانم و بابام میتونن با هم کنار بیان، به شرطی که من بکشم کنار. آره. عصبانی شدی خاله؟ نه عزیزم، عصبانی چرا؟ من فقط میخوام همیشه با هم باشی، فقط همین. فهمیدم، نگران نباش سینا، من درستش میکنم. خب باشه باشه، ببین جریان چی و کجا بردنش فعلا. میدونستم یک کلکی تو کارتونه. خیلی وقت بود دنبالت میگشتیم، ولی برادرت یه هفته ای پیدات کرد. اون داداش احمقت خواهر عزیزش رو دو دستی تقدیم ما کرد. میدونستم قضیه تیر خوردن پسرش کار شما بود. قتل یه رو انداختین گردن من چون میخواستین پیدام کنن، اون دیوونه هم گول خورد. کلک گروهک و اینا خوب جواب داد. 18 نوامبر هم اسم خیلی خوبی بود. حالا باسیار چی اطلاعات راجب عادل تا پل داری بهم بگی، فهمیدی؟ گفتی دیشب کلی فکر کردی. گوشم با تو عاشق گل. دیشب خیلی فکر کردم. واقعا خیلی فکر کردم و یه تصمیمی گرفتم. بریم حلقه بخریم؟ میخوام به مته یه فرصت بدم. داری سر به سرم میذاری؟ ببین اگه شوخیه اصلا خنددار نیست. میدونی که این کارو بکنی نفت میریزم خودم آتیش میزنم. کاملا جدیه، منو ببخش. دیشب خیلی فکر کردم، میخوام همیشه هم اینجوری بخوام. واقعا خیلی فکر کردم و یه تصمیمی گرفتم. بریم حلقه بخریم؟ منو ببخش، میخوام به مته یه فرصت بدم. Thank you.
آیشه گل، اگه مربی فوتبال بودی و یه جوونی از تیمای پای کشف میکردی و بهش فرصت میدادی، درکت میکردم. فرصت دادم به کسی که نمیشناسی، ایشونم برای بیرون انداختن پایراز از زندگیت دیگه یعنی چی؟ میشه درست حسابی به هم توضیح بدی؟ مجبور نیستم هیچ توضیحی بدم. هر کاری بخوام میکنم. یکی و نخوام از تیم خط میزنم، بخوام میذارمش تو ترکیب اصلی. نخوام هم میشونمش رو نیمکت. به هیچ کسی هم جواب پس نمیدم. برای گفتن این حرف ها اومدی اینجا؟ آره. دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. فهمیدی چی گفتم؟ آیشه گل، ببین این شوخی بردار نیست. دیگه هیچ وقت بهت زنگ نمیزنم و دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. امیدوارم پایراز. پسرم همه چیز منه. اون روز که اونو تو اون حال دیدم یه چیزیم شد. همش میترسم و نگرانم. از چی میترسی؟ مثلا؟ مثلا روزی که تیر خورد یه تیشرت طرحدار تنش بود. مامان داری چی کار میکنی؟ چیزی نیست عزیزم، اینا رو از جلو چشم جمع کن. دیگه چی؟ همش میشمرم. چیو میشمرین؟ همه چیو. عدد جفت که میاد حس میکنم اون روز اتفاق بدی قراره بیفته. دست خودم نیست. حالم خوب نیست نه؟ این که بعد از اون اتفاق مضطرب هستین کاملا طبیعیه، ولی این که بین مسائل بی ربط دنبال یه نقطه اشتراک میگردین نرماله مگه نه؟ یعنی دیوونه نشدم؟ لطفا واقعیت رو به هم بگین، آمادگیشو دارم. کاملا خوبین. در ضمن همین که پیش یه متخصص اومدین خیلی نشونه خوبیه. بابام دیشب اینجا مون. خیلی به همون خوش گذشت. میخوام به میته یه فرصت بدم. کاملا جدیم. منو ببخش.
ولی هر وقت بابا میاد پیش تو مامانم عصبانی میشه، بعدش هم بابا من رفتار میکنه. حالا عشق گل، من تو رو خیلی دوست دارم، ولی مامانم هم دوست دارم. به هم قرص میدین؟ نه خیر، قرص نمیدم، ولی ازتون میخوام برام بنویسین. چیو؟ میخوام وقتی چیزی اذیتتون میکنه، احساسات و چیزایی که از ذهنتون میگذره و برام رو کاغذ بنویسین. مثلا چی بیشتر از همه اذیتتون میکنه؟ اینکه پویراس با اون زن رابطه داره. پویراس؟ شوهر سابقم، از هم جدا شدیم. تنها چیزی که میخوام اینه که به زندگی مشترکمون یه شانس دوباره بده. برای چی جدا شدیم؟ تقصیر من بود. پس اولین موضوعمون همینه. لطفاً در این مورد برام بنویسین. فقط همین؟ برای امروز همین کافیه. چطوری نفسم؟ من خوبم بابا، تو چطوری؟ ای بدک نیستم پسرم. با بچه ها نشستیم دوره هم، داریم حرف میزنیم و میگیم و میخندیم، کلی حرفای خنددار میزنیم و شوخی میکنیم، وقت میگذرونیم دیگه. همین بابا، تو از چی دی ناراحتی؟ با خاله عایشه گل دعوت شده؟ نه بابا، تو تلویزیون بچه های فقیری رو دیدم که کار میکردن، خیلی براشون ناراحت شدم. شب میای پیش ما؟ حالا بذار شب شه ببینیم چی میشه. خیلی میبوسمت. ماما، بابا خیلی ناراحت بود، صداش خیلی بد بود. حتما خاله عایشه گل ازش جدا شده، اونم به خاطر اینکه من بهش گفتم. اگه بابام بفهمه خیلی عصبانی میشه. عزیز دلم، تو چیزی نگی، بابات از کجا میخواد بفهمه؟ ناراحت نباش، پاشو بریم. بیا، درد داری؟ نه. بله آیشه گل، دارم میرم دفتر شرکتی که تدارکات عروسی رو انجام میده. میشه تو هم با هم بیای؟ سما امروز بی خیال من شو، خواهش میکنم. آیشه گل، اتفاقی افتاده؟ صدات اصلا خوب نیست. نه بابا، چیزیم نیست. پویراس کاری کرده؟ نه دیگه، پویرازی وجود نداره. الان میام. باشه. خواهر من، درخت به این بزرگی رو ندیدی؟ چرا، دیدمش. خب پس چرا زدی بهش؟ به تو چه؟ ها؟ به تو چه ربطی داره؟ حال کردم بزنم بهش، اصلا دلم خواست، خواستم یه تغییر تو زندگی ایجاد کنم، خواستم کنترل کنم ببینم ایربگای ماشینم کار میکنن یا نه. به تو چه؟
سرکار هر طور سلام میدینی بنویس. پایرا از اینجا چی کار میکنی؟ خوبی تو؟ این چه قیافیه؟ اینجا مشروب خوردی؟ خواهرم چطوره؟ ساله میگفت هنوز نرسیده مرکز ماینه. ساله از کجا میدونه؟ نگران نباش، خلیل حواسش به خواهرت هست. میخوام ببینمش. با این حال فعلا برو خونه یکم استراحت کن، بعد خواهرتم میبینی. حال روزشو ببین. نکنه برای خواهرت ناراحتی؟ فقط برای اون نیست، چیزای دیگه ای هم هست. الان در موردش حرف نزنی. بی خیال رئیس. باشه.